خب از اونجا که بچه ها علاقه مند بودن بدونن که چجوری میشه اثبات کرد که فرمول هایی که ما به شکل استقرایی تعریف کردیم اینها یک تجزیه یکتا دارند و ما یک صحبت هایی راجع به ایده های اثبات کردیم توی کلاس، ولی باز هم بچه ها علاقه مند بودن که بدونن اثباتش چیه و من خب اثبات رو کامل نگفته بودم به خاطر وقتگیر بودن اثباتش، و اینجا من میخوام این اثبات رو انجام بدم. سوالی که ما داشتیم اینه که برای یک فرمول فای که این فای چند تا حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه اتمیه یا اینکه به شکل نگیشنه یا اینکه با یک عدات دودویی متصل به یک فرمول دیگه شده، برای این سه حالت ما میخوایم ببینیم که درخت تجزیه یا اون پارس تری یکتاه، یا به بیانی من این رو مرتبط کردم با یکتایی عدات اصلی یا مین کانکتیو، که مین کانکتیو در واقع میشد ریشه درخت اگر که چنین عداتی وجود می داشت. برای خب من برای اینکه اثبات بکنم که تجزیه یا به بیانی خانش این فرمول یکتاه و ابهامی توی خانشش وجود نداره، یا یه بیان دیگه اینه که پارسیری اون یکتاه، یا یک بیان دیگه اینه که مین کانکتیو اون یکتاه، من برای این کار به خاطر اینکه مجموعه هم استقرایی تعریف شده باید اثبات هم بر مبنای همین تعریف استقرایی باشه، پس اثبات هم میشه استقرایی ساختاری. برای اتمی، برای فرمول های اتمی چنین امری واضحه، چون اصلا پارس تری در واقع یه گره داره و اون گرهش هم خود اون فرمول اتمیه. اگر که اتمی نباشه این مین کانکتیو میشه ریشه، و اگر اتمی باشه خب اون همون اتمه به عنوان تنها گره و تنها ریشه این درخت نوشته میشه، در غیر این صورت ریشه میشه اون عدات اصلی. خب برای اتمی ها پس واضحه و میمونه حالت در واقع دو و سه، که این حالت دو و سه رو من حالت سه رو میگم و حالت دو هم مشابه حالت سه به دست میاد. اگر من ادعام اینه که توی حالت دو هم، یعنی که فای من یا اون فرمول دلخواهی که من گرفتم به این فرمه و به این فرمه، و خب عدات اصلی ما ادعا میکنیم که فقط یکیه، و اگه فرض کنیم که نه، مین کانکتیو میتونه عداتهای غیر از این عدات هم باشه، پس دو حالت داریم، این که فای همزمان به شکلی که این شکلی هستش یا این شکلی سای پریم یک، یا فای اینو من بذارم مثلا سای زگوند یک، یا اینکه سای پریم یک مربع سای پریم دو به شکلی که اینجا مربع مخالف با دایره است، و مربع و دایره هم اینا جفتشون عضو عدادهایی هستند که من به عنوان عدادهای دودویی میشناسم و یک کدوم از این هست. خب من برای اینکه چنین چیزی رو اثبات بکنم به چند تا لم نیاز دارم، یک کدوم از اون لما رو من اثبات کردم، اینکه تعداد پرانتزهای چپ و راست هر فرمول من اثبات کردم توی پی دی اف استقرای ساختاری که اینها تعدادشون برابره. من این رو به این شکل می نویسم که برای هر فرمول فای داریم تعداد پرانتزهای باز رو من با علامت هشتگ با اندیس پرانتز باز و بالاش سوپرسکریپت فای نشون میدم، این مساویه با مثل همون ولی با پرانتز بسته. این تعداد پرانتزهای باز، این تعداد پرانتزهای بسته است، من نامگذاری کردم که اثبات اون در پی دی اف گذاشته شده توی گروه پی دی اف استقرای ساختاری.
یه لم دیگر رو هم اثبات میکنم، اینکه برای هر فرمول فای داریم چه چیزی رو داریم؟ هر دوباره این دو تا هر داره، بذار اینجوری بنویسم، برای هر پاره آغازین سره، توضیح میدم که این چیه، توضیح میدم که این چیه، آلفا از فرمول فای داریم، تعداد پرانتزهای باز این پاره آغازین اکیداً بزرگتر از تعداد پرانتزهای بسته این پاره آغازین سر است. حالا پاره آغازین سره چیه؟ برای هر دنباله آیک، حالا من متناهی میگیرم ولی این قابل تعمیم به دنباله های نامتناهیه، آیک تا آکا، من متناهی میگیرم چون برای فرمول ما دنباله های متناهی داریم که بهشون میگیم فرمول، برای هر دنباله به شکل آیک تا آکا پاره آغازین به این شکله که یک دنباله است که از دنباله اصلی به دست میاد به این شکل که از اولین کامپوننت یا از اولین مؤلفه این دنباله من شروع کنم و هر چقدر که برم جلو میشه کل این دنباله رو هم من در نظر بگیرم به عنوان یک پاره آغازین، ولی حالا دیگه پاره آغازین سره نیست. به بیانی من میتونم بگم که پاره آغازین یعنی که من بیام و این دنباله رو پاره کنم و قسمت ابتداییش رو بردارم، ولی این پاره شدن میتونه از آخر هم صورت بگیره و کلش رو بردارم. ولی به محض اینکه من از بیان سره یا استریکت استفاده میکنم، منظورم اینه که این دنباله دست، یعنی این پاره شدن دست بالا میتونه توی نقطه یک مونده به آخر اتفاق بیافته و مؤلفه آخر رو لزوماً شامل نمیشه. در نتیجه طول هر پاره آغازین سره نسبت به طول دنباله اصلی اکیداً کمتره، اینو ما به راحتی میتونیم مشاهده کنیم. پس حالا این رو من چون حالا یادداشت کردم یه خود کوچیک‌تر اینجا میذارم که اگر بعداً این PDF رو مطالعه کردید حالا شاید این است. این دوتا لم رو من اثبات میکنم، خب که این یکیش اثبات شده و دومی باید اثبات کنم. حالا من قبل از اینکه اثبات کنم دومی رو، بذارید ببینیم که اگر چنین باشه چرا من به راحتی میتونم اون چیزی که میخوام رو اثبات بکنم. اگر که چنین اتفاقی بیفته، یعنی اگر برای هر پاره آغازین فرمول فای این حکم برقرار باشه که حالا من فعلا اثباتش نکردم، چند تا حالت داریم و من حالا حالت‌های متفاوت رو می‌نویسم. این که ببینید ما چیزی که می‌خواستیم اثبات کنیم چی بود؟ این که ما می‌دونیم تجزیه‌ای داریم به شکل سایک و دایره سایدو، یعنی یک عدات دودویی داریم و می‌دونیم که این عضو فرمول های منه، ویل فرم فرمول های، و این هم عضو ویل فرم فرمول های. خب حالا یکی ادعا کرده که این میشه به شکل سای پریم یک مربع سای پریم دو، به شکلی که دوباره اینها عضو WFF هن و مربع مخالف دایره است اتفاق بیفته، یا اینکه این پریم هم داره، یا اینکه به شکل سایز گند یک نقیزش اتفاق بیفته. یکی چنین ادعایی کرده و ما می‌خوایم اثبات کنیم که چنین حالتی نمیتونه روی بده و به این جهت کاری که ما بکنیم که باید حالتگیری بکنیم و این حالتگیریه روی پاره های آغازینی که ما اینجا داریم و به این شکل این اثبات رو میتونیم انجام بدیم. فقط این حالتگیری، من حالتهاشو مینویسم که چه حالتهای متفاوتی ما میتونیم داشته باشیم. این که خب بذارید خود فکر کنم حالت، یعنی یکی این که پرانتز باز باشه، یعنی که خب به هر حال ما این پاره شدن رو باید توی نقطه ای انجام بدیم و حالا چند تا حالت میتونه داشته باشه. الان براتون توضیح میدم که این حالت ها چیه. من
این حالت، یعنی من اثبات رو تقسیم میکنم به دو قسمت، یکی این قسمته، الان فعلا لم رو اثبات شده در نظر میگیرم، اثبات شده فرض میکنم، خب یا فرضم میذارم اینجا این لم اثبات شده و این رو من حالت دو میگیرم، یعنی کیس نبگم، این حالت دو میگیرم و این رو حالت یک میگیرم. حالا بذارید بهتون بگم که این چه حالت هایی میتونن نسبت به هم داشته باشن. ببینید من اینجا یه سای یک دارم، یه سای دو، یک سای یک دارم، یک سای یک پریم. یعنی من میخوام روی این دوتا بحث کنم، روی این دوتا. حالا دوتا حالت داره، یا اینکه طول سای یک بزرگتر از سای یک پریمه، یا اینکه برعکس. خب و در نتیجه به هر حال یک کدومشون پاره آغازین دیگریه. خب به هر حال یک کدومشون پاره آغازین دیگریه و من میتونم الان با یه لم دیگه ای اثبات بکنم که هر پاره آغازین سره از یک فرمول لزوماً فرمول نیست، یعنی لزوماً عضو اون IAP من نیست. ببینید اثبات یه خورده اصطلاحاً شرشلوغه، یعنی سیماش تو همدیگه قاطی داره میشه و من هم دارم سعی میکنم ساده اونو بیان کنم، ولی چون اثبات خیلی شرشلوغه من اونو توی کلاس ترجیح دادم نگم. خب حالا پس ببینید سه تا لم در واقع ما داریم اینجا، سه تا لم من نیاز دارم، یکی لم یک، یکی لم دو و دیگری لم سه، که لم سه میاد میگه هر پاره آغازین یک فرمول لزوماً فرمول نیست. این رو هم دوباره با استقرای ساختاری اثبات کنیم. اتمی ها واضحه. چرا اتمی ها واضحه؟ به خاطر اینکه تنها پاره آغازین سره از یک فرمول اتمی زمانی که خودمون اتم هم بندازیم دور و دیگه هیچی باقی نمیمونه که فرمول باشه، یکی اینه. و حالا باید بحث بکنیم روی حالتهای دیگه، که توی حالتهای دیگه از این برابری تعداد پرانتز و این حکم استفاده میکنیم واسه این که ما بگیم که لمسه برقرار یا هر پاره آغازین از یک فرمول لزوماً فرمول نیست. حالا من لم سه هم با اینکه با استفاده از لم دو راحت اثبات میشه، فرض بکنم که، یعنی فرض اثبات شده بودن این رو هم در نظر بگیرم، فرض اثبات شده، اگر چنین چیزی رو من اثبات بکنم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یا سای یک فرمول نیست، یا سای یک پریم فرمول نیست، یا سای یک، و در این صورت این تجزیه معتبر نیست و حالت یک ساپورت میشه. و تو این قسمت چه اتفاقی میفته؟ این قسمت دیگه سخت تره، من این رو فعلا انجام نمیدم. تو حالت یک رو من میتونم از این استفاده بکنم، چون که یک کدوم از اینا فرمول نیستن، پس یک کدوم از این تجزیه ها درست نیستن و ما میدونیم که چنین تجزیه وجود داره، یعنی تجزیه درسته، پس این تجزیه درست نیست و در نتیجه چنین حکمی برقراره. من اینو به صورت خلاصه اینجا مینویسم برای حالت دو. حالت دو اثبات. خب اثبات رو به این شکل می نویسم، میگم که بر اساس لم سه یا سای یک پریم عضو WFF نیست یا سای یک عضو WFF نیست، ولی میدانیم، یعنی بر اساس فرض میدانیم که سای یک عضو WFF، پس سای یک پریم عضو WFF نیست و در نتیجه تجزیه سای یک پریم مربع
سایدوپریم معتبر نیست. پس اگر که من لم دو و سه رو که هنوز اثبات نکردم اثبات بکنم، میدونم که این حالت ساپورت میشه. حالا بریم سراغ حالت دو. یعنی من میدونم که چنین چیزیه و میدونم که و یکی ادعا میکنه که چنین چیزی هم هست. خب من ادعا میکنم، یعنی یک دوباره یه لم دیگه، من دلیل این که اینو من میدونستم این چقدر شهر شلوغه و واسه همین همش در میرفتم از اثباتش، ولی دیدم خیلی بچه ها علاقه مندن و خب حالا گفتم که اینو براتون اثبات بکنم، شاید قشنگ بشه، حداقل یک اثبات سینتکتیکال این شکلی ببینید بد نیست. خب لم چهار برای حالت دو، اینو اثباتش واقعا 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 ساده است، یعنی در حد واقعا مطمئنم که اگر درسو فهمیده باشید بدون هیچ تلاشی برای خلاقیت میتونید اثبات کنید با استقرای ساختاری. هر گزاره ناکن، گزاره من نمیخوام استفاده کنم، گزاره یک مفهوم فلسفیه و درست ترجمه پروپوزیشنه، ولی گزاره در واقع محتوای جمله است و من نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم و ترجمه از فرمول استفاده کنم. هر فرمول با نمادی غیر از نگیشن شروع می شود. اصلا آره دیگه، خوبه شروع می شود. آره هر فرمولی که شما در نظر بگید، اثباتش هم جوری هم شاید دیگه چون خیلی ساده است مثلا بگم، هر فرمولی که شما در نظر بگید یا اتمیه یا اینکه از ترکیب یک سری فرمول به دست اومده، این ترکیبات اون رو نگاه کنید همواره با پرانتز باز شروع شده، واسه اگر اتمی نباشه با پرانتز باز شروع شده، در نتیجه لم 4 به سادگی برقرار است. حالا این حالت یک بود، نمیدونم من چرا این اشتباه های عجیب رو میکنم، این حالت یک بود. واسه حالت دو اثبات چیه؟ اثبات اینه که اگر بپذیریم که من ببینم ضبط قطع نشده، نه خوبه ضبطم قطع نشده، منم قوز کرده بودم. خب اگر بپذیریم که 17 دقیقه هم شد، اگر بشه 22 دقیقه واقعا یک نیم جلسه میشه، اگر که بیشتر بشه از نیم جلسه هم بیشتر میشه، ولی حالا من این اصطلاح نیم جلسه رو بیرا استفاده نکردم، جلسه 6 و نیم هم هست بین جلسه 6 و 7. خب حالا اثبات، اگر بپذیریم که نگیشن سایکزگوند یک فرمول است، اون موقع چه نتیجه میشه گرفت؟ چون اینجا ما سایک رو داریم، میشه نتیجه گرفت آنگاه سایک با این شروع شده که این تناقض، چون تو لم 4 نقض میشه. پس الان کارهایی که مونده بکنم اینه که لم 2 و 3 رو اثبات کنم. لم 2 داره راجع به تعداد پاره های آغازین صحبت میکنه، تعداد پاره های آغازین سره، ببخشید داره چون اصلا نگاه میکنم خسته میشم به این سه طولانی، ولی لم دو داره راجع به تعداد پرانتز های باز و بسته پاره های آغازین سره صحبت میکنه و میگه که تعداد پرانتز های باز توی پاره های آغازین سره همواره بیشتره. خب اثبات لم دو، چیزی که میخوایم اثبات بکنیم اینه که برای هر پاره آغازین سره تعداد پرانتزهای باز اکیداً بیشتر از تعداد پرانتزهای بسته است. خب استقرای ساختاری باید بزنیم برای اتم ها که روشنه، به خاطر اینکه هر پاره آغازین سره، شما هر اتمی که در نظر بگیری پاره آغازین سره نداره. خب برای اتمی ها پاره
آغازینه سره وجود ندارد پس به انتفای مقدم برقرار است. این بیسیسش بود. حالا برای فرمول های کامپلکس یا پیچیده تر به این شکل که حالت گیری رو بکنیم، حالت یک اینکه فای مساوی باشه با پرانتز باز نگیشن سای. خب پاره های آغازین سره برای این چجوری هن؟ ما میدونیم که لزومن شامل این پرانتز نیستن. حالا دو حالت داره، یا اینکه دقیقا کل اینن یا اینکه این سای بریده شده. پس این دوتا حالت رو ما حواسمون باشه، دوتا حالت دارن، یکی این حالت یک و این حالت دو. حالت یک یعنی خود حالت یک خودش دوباره زیر حالت یک داره، گفتم این اثباتش کرد کثیفه. زیر حالت یک اگه ما فقط یعنی بزرگترین زیر بزرگترین پاره آغازین سره رو در نظر بگیریم، یعنی شامل پرانتز باز و نگیشن و این سایه، واسه سایه اثبات کردیم که تعداد پرانتزهای باز و بسته یکیه، بذاریم تعداد پرانتزهای باز سای مساوی با کا باشه، اون موقع این مساوی با تعداد پرانتزهای بسته سای، اینو میدونیم خب اینو کا هن، و در نتیجه تعداد پرانتزهای باز پرانتز باز و نگیشن و سای مساوی با کا به اضافه یک، که این بزرگتر محض از تعداد پرانتزهای بسته همون عبارت که مساوی با کا. خب این از زیر حالت یک. توی زیر حالت دو، زیر حالت دو سای توی زیر حالت دو سای توی فرض استقراره و بر اساس فرض استقرار، بر اساس فرض استقرار چیزی که داریم اینه که حالا البته بهتر اینو رنگشو همون رنگ عادی بکنم. کالر نمیدونم چرا نمیاره دیگه، ببخشید به خوبی خودتون. بذارید از اول ببینیم. مثلا بر اساس فرض استقرار تعداد پرانتزهای باز، من سای رو چون تیکه پاره شده میشکنم به سای یک و سای دو و این پاره آغازینشه دیگه. خب و در نتیجه تعداد پرانتزهای باز باید پایین باشه، بسته بخش پرانتز باز سای یک بزرگتر محض از تعداد پرانتزهای باز بسته باز و بسته تعداد پرانتزهای باز سای یک بزرگتر محض از تعداد پرانتزهای بسته سای یک، چون سای فرموله و ما توی فرض استقرار افتادیم، فرمولیه که کوچیکتره و تو فرض استقرار افتادیم. چون که این اتفاق میافته اینجا هم ما صرفاً داریم به تعداد پرانتزهای باز یکی اضافه میکنیم، به اضافه یک میشه و این ور به عبارتی میشه گفت یه کاپری میداریم که بزرگتر از کازگونده، حالا این به اضافه یک هم این ور داریم به خاطر این پرانتز بازی که این اوله، و در نتیجه کل این عبارت، حالا ما اسمشو بذاریم چه میدونم کاست، از این کاهت اصلا بسشو بذاریم، این کاهت بزرگتر از کازگونده که این کاهت همون تعداد پرانتزهای باز عبارت اینه. اینه پس اینو واسه یه چیز اثبات کردیم، واسه نگیشن اثبات کردیم حالت یک. حالت دوش هم
آخه همجوری تا ابد ادامه میره اینجوری بخوایم فیلم بگیریم، بهتر یه سه چیزا رو برای تمرین بذارم، چون اینام خیلی همش کارهای عجیبی نیستش، کارهایی که طولانی هن. اینطوری میشه گفت. پس من حالت دو رو به صورت فرمول بار می نویسم. حالت دو اینه که فای اینجوری باشه، اینو اثبات تمرین کنید دیگه. دیگه همه شد خیلی طول میکشه، همین الانم زمان طولانی گذشت. خب این از این نه نیم جلسه، از این نیم جلسه گفتم احساس کنم داره میره جلوتر، داره میزنه جلوتر. یه لم دیگه هم احساس کنم مونده بود. الان من چه لمی رو اثبات کردم؟ خیلی خر تو خر شده. لم یک که اثبات شد، لم دو که اثبات شد، فرض کردیم اثبات شده دیگه، حالا این فرض رو من برمیدارم اثبات شد. و آها این لم سه مونده که هر پاره آغازین یک فرمول لزوما فرمول نیست. یه لم چهار، این لم چهار هم که اوکی شد یادمه، و فقط لم سه مونده، هر پاره آغازین یک فرمول لزوما فرمول نیست. واقعا در حوصله‌ام سر میره ولی چیکار کنم. لم سه اثباتش چی بگیرم، چه حالتهایی بگیرم؟ برای اتمی ها دوباره استقرای ساختاریه. اتمی ها به خاطر اینکه پاره آغازین سره ندارن، در نتیجه برای اتمی ها پاره آغازین سره نداریم، پس برقراره فای باشه. نمیدونم چه حالت هایی هستیم الان. خب برای اتمی ها اوکی بود، برای یعنی من اینو اثبات کنم فکرم کار تمومه، آخرین لمه اگه اشتباه نکنم، اون یه نگاه دیگه میندازم ببینم اگه چیز جا نمونده باشه. بذاریم این سای یک او سای دو باشه. خب الان من برای اوکی اینجاش دیگه راحته، من برای فرمول ها اثبات کردم که تعداد پرانتز های باز و بسته، اثبات کردم که هر پاره آغازین سره تعداد پرانتز های بازش بیشتر از بسته است و این هم یک پاره آغازین سره محسوب میشه. یعنی خب پس در نتیجه چیز نیست، در نتیجه فرمول نیست. اوکی برای اتمی ها چیزی که قرار بود اثبات کنیم یادمون باشه، هر پاره آغازین یک فرمول لزوما فرمول نیست، هر پاره آغازین تعداد پرانتزهای بازش تو با همون لم قبلی همه چی دیگه به دست میاد دیگه، اینجوری بگیم. بذار با لم قبلی بر اساس لم دو هر پاره آغازین تعداد پرانتز های باز اکیدن بیشتر از پاره پاره نه اکیدن بیشتر از تعداد هر پاره آغازین تعداد پرانتز های باز اکیدن بیشتر از تعداد پرانتز تعداد پرانتز های بسته است. و بر اساس این صورتی که ما داشتیم تو لمسه هر و میدونیم که برای هر فرمول تساوی بین تعداد پرانتز های باز و بسته وجود دارد، این از این، در نتیجه هر پاره آغازین یک فرمول
خود فرمول نیست. یعنی به عبارتی حتی استقرای ساختاری هم نبود دیگه، یعنی برای اتمی ها هم حتی این نیاز نبود بزنیم. الان کلی با لم دو استفاده کردم، با استفاده از لم دو تونستم اینو اثبات کنم. گفتم که واسه هر فرمول ما میدونیم تعداد پرانتز های باز و بسته یکیه، ولی اثبات کردم که واسه هر پاره آغازین چنین چیزی نیستش، یعنی حکم برقرار نیستش و در نتیجه هر پاره آغازین فرمول نیست و به این شکل کل اون حکم اصلیمون که یونیک بودن چیز بود، مین کانکتیو بود یا خانش یکتا در واقع فرمول بود، کل این اثبات میشه و به نتیجه چنین چیزی ما چیز رو داریم. یه نتیجه رو که من به شما گفتم تو جلسه اینه که توابع تعبیرمون هم خوش تعریفن و ابهام توشون وجود نداره. بر اساس همین لم این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم. مرسی.